با درودهای ایران دوستانه خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه پالیتیکس، به خصوص شما سیاوشان ایران زمین. امیدوارم هر کجا که هستید حال همه شما عزیزان خوب باشه، هفته خوبی را هم پشت سر گذرونده باشید. 748 برنامه پالیتیکس رو من بهمن جلدی، مدیر مرکز مطالعات ایران در کانادا، از طریق شبکه جهانی کانال یک هر روز چهارشنبه صبح ساعت 8 صبح به وقت کالیفرنیا که برابر هست با ساعت حدود 7:30 شب به وقت تهران خدمتتون تقدیم میکنم. باز پخش برنامه را از طریق کانال یوتیوب شبکه کانال یک شما عزیزان میتونید پیگیری بفرمایید. این برنامه در آرشیو کانال یوتیوب مرکز مطالعات ایران در کانادا هم قرار میگیره. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، پوزش میخوام از اینکه هفته پیش نتونستم خدمت تمامی شما عزیزان باشم. یک سرماخوردگی شدیدی پیدا کرده بودم و متاسفانه ناگزیر از این شدم که از کارگردان برنامه جناب آقای ناظری خواهش بکنم که برنامه رو مجدداً تکرار بکنن. اما امروز من سعی میکنم که مطالبی رو که هم در هفته قبل آماده کرده بودم که با شما عزیزان صحبت بکنم و هم مسائلی رو که از دید مرکز مطالعات ایران مهم هست که در موردش صحبت بشه، خیلی به صورت خلاصه من خدمتتون بیان بکنم. مجدداً فرارسیدن نوروز باستانی رو به همه شما سیاوشان ایران زمین که چه در داخل ایران هستید چه در خارج خوش استباد میگم و واقعا آرزو میکنم که این سال جدید سالی پر از نخست سلامتی و بعد شادی و موفقیت و پیروزی در همه امورات تحصیلی، کاری و زندگیتون باشه. مرکز مطالعات ایران در کانادا یک هدف رو دنبال میکنه و این هدف چیزی به جز اینکه وسیله و امکانات لازم رو در اختیار شما بذاره نیست. حالا این وسیله و امکانات چه هست و برای چه کاری هست؟ این وسیله و امکانات دانش و آگاهی هست که ما در اختیار شما بذاریم. برای چه کاری؟ برای این که شما خودتون خبرها رو گوش بکنید، بعد از اینکه این خبرها رو گوش کردید بعد خودتون این خبرها رو طبقه بندی بکنید. یعنی لزوماً اون چیزی رو که مثلا در تلویزیون‌های لجنزار لندن، این تلویزیون‌های فکستانی واقعا ضد ایرانی که همه هم در لندن جمع شده برای شما به عنوان بریکینگ نیوز پخش میکنه، این بریکینگ نیوز نیست. اتفاقا اون آوار خبریه که اینا میخوان درست بکنن سر شما، آوار خبری درست بکنن، یعنی با اخبار جعلی فیک نیوز یا با اخبار حاشیه‌ای یک آواری بریزن رو سر تو که شما زیر اون آوار دفن بشی و اصلا اون خبر اصلی رو نبینی. اما اگر خودتون اخبار رو طبقه بندی بکنید بعد متوجه میشید بیش از 95% اوقات اصلا اون خبری رو که به عنوان تاپ نیوز به شما میگن حتی جز خبر دهم لیستتون قرار نمیگیره.
یه خبرهای دیگه هست که در اولویت های بالاتری برای شما قرار میگیره. پس اخبار رو گوش بکنید، بعد طبقه بندی بکنید، و حالا که طبقه بندی کردید، خب شما تفسیرها و تجزیه و تحلیل‌های متعدد از افراد مختلف هم میشنوید. به ندرت تک و توک شما تفسیر و تجزیه و تحلیلی از افراد متخصص میشنوید که مجبور هستن این افراد رو میارن که از اسم و حضور اونا سوء استفاده بکنن، که بعد بتونن افراد صادراتی خودشون یا خودفروخته هایی که در اونجا به چندر غاز مملکتشونه که هیچی، هر چیزی دوروبرشون هم هست رو میفروشن، اونجا بتونن اینها رو برای شما تبلیغشون رو بکنن که اون آدم ناشناس ناگاه ناکارشناس رو بعد از اینکه یک دم شناخته شده کارشناس صحبت کرد، بعد اونو میارن یا اونم میارن بغل همین کارشناس میشونه که از اعتبار این به اون بدن. بعد شما یواش یواش میبینید اون کارشناسه کمتر میشه تعداد برنامه هاش و این ناکارشناسه جای اونو میگیره دیگه. یعنی اینا یواش یواش اینو جایگزین میکنه. خب اینو چی میگن؟ اینا میان تجزیه و تحلیل های غلط برای شما انجام میدن. حالا شما احتیاج به این دارید که بعد از اینکه اخبار طبقه بندی کردید، تجزیه و تحلیل هم افراد کارشناسی که واقعا اینا تک و توک هستن، فقط هم در مورد مسائلی که آگاهی دارن صحبت میکنن، و اون افرادی که ناکارشناس هستن و یا همینجوری روی باد هوا دارن صحبت میکنن، یا اگر یه خورده از اینایی باشن که 4 تا کلاس درس هم اینا خونده باشن، اینا دقیقا دارن تفسیر مثلا یه خبرنگار دیگه رو که در همونجا به زبان انگلیسی یا فرانسه اینا انجام داده، اینو به فارسی برمیگردونه به شما میگه، حتی یه واو خودش بهش اضافه نمیکنه، یعنی کپی میکنه. این بلایی که الان دامنگیر واقعا اکثریت جامعه تحصیل کرده ایرانی شده، این فرهنگ کپی کردن و بعد اشاره نکردن به اینکه این کپی رو از کجا برداشتید. تا زمانی که شما بگید مثلا این سند رو من دارم میگم یا این گفته رو من دارم از قول فلان طرف میگم، این هیچ ایرادی نداره، این جعل نیست، کپی کردن نیست. اما اگر به گونه ای صحبت بکنی که انگار اینها رو تو داری میگی و تو اینها رو تجزیه تحلیل کردی، این دیگه جعل اون اسناد هست و شما غالبا میبینید اینها این تجزیه تحلیل ها رو هم چون در خارج از ایران هم دقیقا مثل همه حالتی که شما میبینید در داخل، یه عده شدن این وری یا عده شدن اون وری، هر روز هم اسمشون عوض میشه دیگه، اصلا اسم مهم نیست. یه روزی میشه اصلاح طلب، یه روز اون میشه اصولگرا، یه روز یکی میشه نمیدونم اصولگرای اصلاح طلب، اون یکی میشه عدالت خواه. اسم همه بازی، دو تا گروه هی این گروه با اون گروه با هم رقابت میکنه. در خارج هم همینجوره، اینا میگردن اون تجزیه تحلیل های گروهی رو که تفسیرش به نظر اینها و نظر جمهوری اسلامی نزدیک تره، کپی میکنه میاره از قول خودش برای شما میگه. اما اگر شما این آگاهی رو داشته باشید که چگونه خودتون تجزیه تحلیل بکنید، هم گفته های اون کارشناس رو گوش میکنید، همین ناکارشناس ها رو، و بعد خودتون تجزیه و تحلیل میکنید و خودتون سره رو از ناسره تشخیص میدید. این هدف مرکز مطالعات ایران. فلسفه ایم که ما بر اساسش کار میکنیم، فلسفه مکتب ایرانگرایی.
ایرانگرایی هم هیچ ارتباطی با ناسیونالیسم و هیچ ارتباطی با ایران شهری و هیچ گونه ارتباطی با زرتشتی بازی نداره. یعنی هر کس اومد ایرانگرایی رو به شما بچسبونه به ایران شهری، هر کس اومد ایرانگرایی رو بچسبونه به زرتشتی بازی، این آدم کوچکترین اطلاعاتی یا اصلا از ایرانگرایی نداره یا آدم فرصت طلبیه. آب و روغن میخواد با هم قاطی بکنه بعد اینو به خورد شما بده. آب و روغن که با هم قاطی نمیشه که. شیر و سرکه رو که شما نمیتونی با هم مخلوط بکنی بدی خورده یه نفر. حالا ایرانگرایی چه هست؟ اون یک فصل مجزایی است که در برنامه‌های حداقل 15 سال گذشته بارها من این رو تکرار کردم. شما میتونید اینها رو برید تعقیب بکنید، برنامه‌ها رو ببینید. اما همین نکته رو من فقط لازم هست عرض بکنم. دقیقاً همون نکته کپی کردن. ببینید ایرانگرایی، من اینو تکرار میکنم چون بعضی از دوستانی که سوال میکنن گونه ای سوال میکنن، اینا فکر میکنن که میگن این نظریات شما. یه عزیزی از من سوال کرده بود که من میخوام با نظریاتی که شما دارید آشنا بشن. ببین ایرانگرایی نظریه من نیست، نظریه هیچ احدی هم نیست که الان بیاد بشینه برای شما در مورد ایرانگرایی صحبت بکنه بگه این نظریات رو من دادم. ابدا. این یک مکتب فکریه. این مکتب فکری از قبل از انقلاب مشروطه در طول مبارزات مشروطه خواهی در ایران توسط ایرانیانی که هم در قفقاز اینها با تفکرات آزادی خواهی و انقلابیگری آشنا شده بودند و هم ایرانی هایی که در اروپا با تفکرات فلسفه غربی آشنا شده بودند، این آغاز شده، شکل گرفته، رشد پیدا کرده، گسترش پیدا کرده در طول دوران سلطنت خاندان پهلوی و بعد در دوران تاریک سیاه وحشت جمهوری اسلامی توسط استادان دانشگاهی که اینها همشون ایرانگرا بودن، با دانشجوهاشون که یکی نفر از اون دانشجوها من هستم، اینها انتقال پیدا کرده. مثلا آقای دکتر تفضلی که استاد ایرانگرایی من هستن، ایشون یکی از اساتید برجسته تاریخ ایران باستان، ادبیات ایران باستان هست. همکاران دیگری هم داره، اسمشون رو من در اینجا نمیارم. یکی از نخستین افرادی رو که در ایران قتل‌های زنجیره‌ای روی اینها انجام شد همین آقای دکتر تفضلی. یعنی صبح از دانشگاه تهران کاراشو انجام داد، زور کتابی رو که قرار بود چاپ بکنه گرفت زیر بغلش، اومد سوار ماشینش شد برگرده بره خونهشون. تا نزدیکای ساعت 10 شب هنوز خونه نرسیده بود، از دانشگاه تهران تا خونهش. خانومش تماس گرفت، اینور اونور گشتن، پلیس بالاخره پیدا کرد، به قتل رسونده بودنش، کشته بودن آقای دکتر تفضلی رو به خاطر صحبت‌های ایرانگرایانه‌ای که انجام میداد. و اتفاقا قبل از کشته شدنشون، ایشون در یکی از کلاس‌ها به ما گفت اگر اتفاقی برای من افتاد، من انتظارم از شماها این هست. این کلاسه هم که من میگم کلاسه نیست که شما مثلا فکر بکنید مثلا 200 نفر آدم اونجا نشسته بوده، نه، این کلاسه بود که بین 7 نفر گاهی اوقات 10 نفر دانشجو اونجا بود، اینا دانشجوهای دستشون شده بود. منم یکی از افرادی بودم که دکتر آدمیت که از دوستان خانوادگی ما بود من رو به ایشون معرفی کرده بود و به ایشون گفت که این جوان این از دوستان خانوادگی ما هست، مثل خواهرزاده منه. خاله من از دوستان نزدیک دکتر آدمیت بود، کتابایی رو که چاپ میکرد دکتر آدمیت براشون گاهی اوقات ادیت میکرد یا راهنمایی میکرد. و دکتر آدمیت گفت این جوان
این خواهرزاده منه، یعنی خاله من رو مثل خواهر خودش میدونست. و آقای دکتر توسلی بسیار هم به ایران علاقه‌منده و از اونجا بود که این مسائل ایرانگرایی رو من یاد گرفتم. بنابراین هر چیزی رو که من خدمت شما میگم دقیقا تکرار گفته های شهید ایران زمین دکتر تفضلی. حالا چند نفر از شما ها اسم دکتر تفضلی رو شنیدید؟ چند نفر از شما اسم گل سرخی شنیدید؟ چند نفر از شما اسم دکتر تفضلی رو قبل اینکه من بیارم شنیده بودید؟ و چند نفر از شما اسم این تروریستای سرخ و سیاه مثل حمید اشرف شنیده بودید؟ معمول 40 سال گذشته این بوده که ایرانگراها همواره صداشون رو خواستن که قطع بکنن، خواستن جلوی پخش شدن اندیشه هاشون رو بگیرن. نه فقط جمهوری اسلامی، حتی اینایی که مدعیان که با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، ولی اونا مبارزهشون با جمهوری اسلامی به خاطر مردم ایران نیست، به خاطر خودشونه. یا هر کی میخواد برگرده بره در دعاتش رو بگیره اونجا دوباره بساط فوق‌العاده را بندازه، همونی رو که رضا شاه اومد با لگد زد اینا رو انداختشون بیرون. فرزند خلفش محمد رضا شاه پهلوی هم اومد سند زمینا رو بین تمام دهقان‌ها تقسیم کرد، رعیت رو کرد شهروند. اینا میخوان برگردن اونجا دوباره بساط فئودالی رو بندازن. خیال کردن که این بچهای جوان ایران اینا مردن که 4 تا پیرپاتیل که باید برن دنبال بازی کردن با نوه‌هاشون، اینا برگردن اونجا برن دوباره برای اینا بساط فئودالی رو بندازن و بعد اینها رو تحریک بکنن تحت عنوان اینکه فارس‌ها اینا همینان ایرانگراهان و بعد ایرانگراها فاشیستن و بعد یعنی یه چیزی رو به یه چیز دیگه میدوزن و بعد یه نتیجه‌ای میگیرن که خودشون بخوان، که اصلا مشخص نیست این فارس کیه که مثلا این افراد رو تحت ظلم قرار داده. مثلا این فارسونی که داره تو تهران زندگی میکنه که تو تهران شما برید آمار بگیرید ببینید اصلا چند نفر تهرانی دیگه، فارسی چی؟ شما چند تا تهرانی اصلا تو تهران میتونید دیگه پیدا بکنی؟ ما از خانواده های قدیم تهرانی، من دیگه کسی رو نمیشناسم اونقدر در تهران مونده باشه، چون اینا یا همه فوت کردن، بچه‌هاشون هم که همه متواری شدن دیگه، یا در رأس حکومت هم که من اصلا بچه تهران در رأس حکومت نمیبینم. شما یه دونه بچه تهران در رأس حکومت به من نشون بده، نیست. همینایی که دنبال تجزیه بازی و نمیدونم آذربایجان بازی اینا هستن، رهبر خیلی غیر معظم جمهوری اسلامی خودش ترکه. آقای خمینی هم که هندی زاده بود، من نمیدونم دیگه اینو کدوم فارس رو میگن. و بعد آقا اینا رو میچسبونن به فاشیست بازی. حالا ما میگیم ایرانگرایی هیچ ربطی به ناسیونالیسم نداره، ناسیونالیسم افراطی میشه فاشیسم. بعد باز ما نمیفهمیم چگونه است که اینها میان این کار رو انجام میدن. البته ما میفهمیم به عمد اینا انجام میدن، به شما اطلاعات غلط میدن، ولی شما وقتی متوجه بشید اینو دیگه فریب اینها رو نمیخورید. حالا چرا من این مسئله همین الان برای شما عرض کردم؟ به دلیل اهمیتش. ببینید جهان از دیدگاه های مختلفی میتونه مورد بررسی قرار بگیره. یکی از دیدگاه ها دیدگاه بازار. میان میشنن برای شما میگن این کارخونه اسلحه سازی باید اینو بفروشه، نمیدونم شرکت نفت باید اونو بفروشه، چی بفروشه، این پول در میاره، اون بانک داره اون پولو در میاره، آسمون و زمین رو به هم میدوزن، بعد برای شما دنیا رو تجزیه تحلیل میکنن. اینم یه راهشه که تجزیه تحلیل کرد جهان رو، روابط بین کشورها رو، روابط بین الملل رو. یک دیدگاه دیگری هست،
که جهان رو بر اساس مکتب‌های ژئوپلیتیک تجزیه و تحلیل می‌کنه. این مکاتب یا این دیدگاه‌هایی که جهان رو بر اساس ژئوپلیتیک سیاسی تجزیه و تحلیل می‌کنه، حول محور اندیشه می‌چرخه. بچه‌هایی که یا علوم سیاسی خوندن و یا علاقه‌مند به مسائل سیاسی بودن، خودشون رفتن و مطالعات جانبی انجام دادن، از دیدگاه‌های جنگ تمدن‌ها آشنا هستن. جنگ تمدن‌ها که البته ترجمه صحیحش نبرده، چون در زبان فارسی بین نبرد و جنگ زمین تا آسمون تفاوت میکنه. من زبان روزمره مردم کوچه و خیابان رو صحبت نمیکنم، من دارم زبان آکادمیک صحبت میکنم. من هر وقت زبان آکادمیک صحبت میکنم، بسیاری از افراد که اتفاقا ادعای کارهای مختلف هم دارن، اصلا متوجه صحبت نمیشن، موضوع رو نمیگیرن. در زبان اکادمیک ما میگیم گفتمان. گفتمان یعنی دیسکورس. داریوش آشوری در دیکشنری علوم سیاسی خودش دیسکورس که یک واژه انگلیسی هست رو به زبان فارسی گفتمان ترجمه کرده. حالا شما بیاید گوش بکنید چند نفر از این رهبران آزادی بخش ایران اینها همیان میشنن میگن ما دیشب گفتمان داشتیم، من میخوام با شما گفتمان داشته باشم. یعنی این طرف از نخستین پایه های اولیه اصلا بحث سیاسی نه اینکه آگاهی نداره، فرسنگ ها به دوره. یعنی این داره دیالوگ رو معنیش رو به جای دیسکورس استفاده میکنه. این گفتگو کردن بین دو نفر که میشه دیالوگ یا دیالوگ، اون رو داره جای یه واژه دیگری استفاده میکنه که اصلا مفهوم اون میشه دیسکورس. بعد ما میگیم ما داریم در مورد دیسکورس ایرانگرایی با شما صحبت میکنیم، گفتمان ایرانگرایی. این طرف هم میاد میشینه میگه منم بعد ما گفتمان داشتیم دیروز، ما گفتمان میخواییم بکنیم فردا. شما یک بخشی مخصوصا افرادی که برنامه های من اندگاه میکنن، برنامه هایی که من انجام دیدم در طول 20 سال گذشته برای عموم مردم کوچه خیابون نیست. از روز اول من این رو گفتم 20 سال پیش. 20 سال پیش هم یاده بهشون برمیخورد، یعنی ما رو داخل آدم حساب نمیکنید؟ نه. مگه شما حتما باید با همه، مگه میشه اصلا یه نفر با همه صحبت بکنه که همه رو داخل آدم حساب بکنه؟ مگه شما تو خیابون داری راه میری، از سر خیابون تا ته خیابون با همه میشینی سلام و احوال پرسی میکنی؟ مگر شما وقتی که میخوای مثلا جراحی قلب انجام بدی، میری از بقال و چقال و آدم تو خیابون همه میشینی اینا رو جراح بس میکنی که اینا بیان به شما بگن که باید جراحی قلب چگونه صورت بگیری؟ میری مستقیما با متخصص جراحی قلب صحبت میکنی؟ یا برعکس، شما میخوای یه ماشین تو موتورشو درست بکنی، میری مثلا با جراح متخصص مغز و اعصاب صحبت میکنی؟ این کارو که نمیکنی که. طرف اگر تومور مغزی داشته باشه، شما میری جراح مغز و اعصاب باهاش صحبت میکنی. موتور ماشینت خراب شده باشه، ماشینتو میاری میدی دست جراح متخصص مغز و اعصاب؟ ابدا. من به همین سادگی اون گروهی رو که ما در مرکز مطالعات ایران در کانادا هدفمون هست باهاشون صحبت میکنیم، اون بخشی از افراد جامعه هستن که اولا اینا سنشون از 24
تا حدود 45، نه زیر 24. یعنی هر کس که 16 سالش شده پشت لبش تازه سبز شده میخواد ادای سیاسی ها رو در بیاره، ما متعرضش هستیم. ولی نه اینکه ما وقتمون هم میذاریم بریم به اون چیز میخوام یاد بدیم. او باید بره تلاش خودش رو بکنه، آموزش های اولیه رو ببینه، چه به صورت آکادمیک بره در دانشگاه یا خودش در جانبی اینها رو یاد بگیره و بعد بیاد وارد این بحثایی که ما انجام میدیم بشه. من خیلی از سوالایی که انجام میشه از من پاسخ اصلا نمیدم، و اگه بخوام همه این سوالا رو پاسخ بدم و طرفی هم که سوال کرده کاملا برای من مشخصه این از یه مسائل اولیه آگاهی نداره، ولی من اگه وقتمو بخوام بذارم پاسخ این گونه افراد رو بدم، بعد پاسخ اون افراد دیگری که ما به دنبال اون هستیم رو دیگه وقت نمیکنم پاسخشون رو بدم. حالا آیا پس ما به این جوان 16 ساله داریم بی ادبی میکنیم؟ اینو مثلا داخل آدم حساب نمیکنیم؟ مگه میشه همچی چیزی؟ آینده ایران دست این جووناست. همین جوانی که الان 16 سالشه 10 سال دیگه میشه 25 سالش. اون جوانی که الان 25 سالشه یا 35 سالشه 10 سال دیگه میشه 45 سالش. ما دیگه با اون کاری نداریم، ما با این 16 ساله اون وقت کار داریم. بنابراین هر چیزی رو در جای خودش ما قرار میدیم، مخلوط نمی کنیم. این مخلوط کردن و درهم کردن و شیر تو شیر کردن مسائل کار ما نیست. ما کارمون یه کار علمیه. ما نه حزب درست میکنیم، نه دنبال رای جمع کردن هستیم، نه دنبال ویور جمع کردن هستیم، نه دنبال پول ساختن از یوتیوب هستیم. خوشبختانه همه افرادی که ما با هم کار میکنیم افراد متخصصی هستن، از رای تخصصشون پول در میارن، صبح تا شب وقتشون رو توی فیسبوک بازی و هشتگ بازی و این جربحث‌های مسخره بی سر و ته که توی سوشال مدیاهای مختلف صورت میگیره هدر نمیده. و در هر مملکتی اینها هستن که مملکت رو میسازن، اداره میکنن، مدیریت میکنن. تمام کشور فرانسه رو به اون بزرگی یه چیزی بین نسبت به دولت‌هایی که تغییر پیدا میکنه 3700 نفر تا 5000 نفر این مملکت رو میچرخونه. همین امریکایی که نزدیک 300 میلیون نفر جمعیت داره، مگه 300 میلیون نفر این مملکت داره اداره میکنه؟ مجموع مدیرانی که امریکا رو میچرخونه 6000 نفر. آیا این 6000 نفر بقیه مردم امریکا رو داخل آدم حساب نمیکنن؟ نه، اونایی که میخوان چوب لای چرخ این 6000 نفر بذارن میان از این لاتایلات درست میکنن که اینها رو جلوی کار و پیشرفتشون رو بگیرن. دقیقا همون کاری که چپای کمونیست و اسلامگره ها بین سالهای دهه 1350 در ایران انجام دادن، جلوی کار این متخصصین رو گرفتن. آقا این مشروب بخوره، اون میره قمار میکنه، این میره آقا تخصص طرفو بچسب. در اون سالهای اول بعد از شورش 57 وزیر و مدیر رو اینها میخواستن انتخاب بکنن بر اساس این بود که کی نماز شب میخونه. مدیر کارخونه رو بر اساس کی نماز شب میخونه داشتن انتخاب میکردن. خب طرف میرفت تمام کارخونه رو به باد فنا میداد، دادن دیگه، مملکت رو نابود کردن. و آدم های متخصص رو فراری دادن. اون گروهی رو که ما با قول معروف هدفمون هست، گروه هدفمون هست، در مجموع در تمام ایران به 10000 نفر نمیرسه.
این 10,000 نفر افرادی هستند که به صورت تناوبی جایگزین نسل‌های قبلی میشن و بعد از چند سال هم نسل‌های جدید جایگزین این نسل میشن. اینها مملکت رو اداره میکنن، جدای از این که چه کسی حاکم بر اون مملکت، آیا یه حکومت ملی ما در اون مملکت داری مثل خاندان پهلوی یا یه حکومت ضد ملی ما در اون مملکت داری مثل جمهوری اسلامی. در هر حالت یه عده افراد متخصصی هستن که اون مملکت اداره میکنن. تفاوتش اینه در حکومت ملی این افراد متخصص و حاکم ازشون حمایت میکنه، امکانات لازم رو برایشون فراهم میکنه، مثل رضا شاه بزرگ. رضا شاه که خودش نیومد بره راه آهن بسازه، که مگه رضا شاه بیل کلن گرفت رفت راه آهن بسازه؟ یا رضا شاه بیل کلن گرفت رفت تونل کندوان بکنه؟ رضا شاه اومد رفت مثلا کاخ دادگستری درست بکنه؟ نه، رضا شاه یک فرد میهن پرست بود، اومد این متخصصین رو زیر پروبال خودش گرفت، ازشون حفاظت کرد، حمایت کرد، امکانات لازم رو در اختیارشون داد، اینا رفتن مملکت ساختن. جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ اینا رو فراری میده، از کار بیکارشون میکنه، از یه حدی بالاتر نمیذاره اینا برن، ولی همیشه به این حالت نمیمونه. اوضاع تغییر پیدا خواهد کرد، ولی زمانی که اوضاع تغییر پیدا میکنه، شما باز مثل اول شورش 57 نمیتونی بری بگردی هر کس که یه دونه مثلا اهورو مزدو گردنش انداخته اینو برداری بیاری اونجا بکنیش مثلا مدیر کارخونه. هر کس که قشنگتر آبدارتر فوش چاروه داری میده به اسم مشروط خواهی. مثل اینکه شما بگید مثلا ما میخوایم در مورد ادبیات فارسی صحبت بکنیم، بعد یه آدم رو بیارید فوش خار مادر دائم بده. یعنی اصلا از صبح که بیدار میشه تو خانواده با فوش خار مادر بیدارش کردن، ننه باباش با پس گردنی و کشیده بزرگش کردن. اینم تمام زبان فارسی که یاد گرفته فوش خار مادره. بعد شما بگید ما میخوایم در مورد ادبیات فارسی صحبت بکنیم، این ادبیات فارسی که ما داریم صحبت میکنیم رو این آدم این الان میاد برای شما ادبیات فارسی رو توضیح میده. این دقیقا همون حالتیه که یه در آوردن میگه این میهن پرسته. کجا این میهن پرسته؟ مگه میهن پرست دهنش رو به کلمات زشت آلوده میکنه؟ این مشروطه خواهه. کجا این مشروطه خواهه؟ این اصلا نمیدونه مشروطه رو با چجوری مینویسه. اون موقع است که بعد شما به این افراد متخصص نیاز دارید. هر لات چاروه‌دار یا دروغگوی شارلاتانی که میخواد بلافاصله اونجا بیاد حالا سهم خواهی بکنه، اون دیگه اونجا شما متوجه هستید جای اینا نیست، متخصصین رو میذارید جاشون. تعداد زیادی در طول این 40 سال هم متخصصین اومدن در داخل ایران کمک بکنن، کمک هم کردن، خدمت هم کردن، و معمولا اینها هیچ کدومون چه دووم نتونستن بیارن، اینکه خودشون نمیخواستن. اصلا سیستم جمهوری اسلامی به گونه ای هست که نمیخواد این آدر اونجا باشن. کاری که اینا خودشون بدن، نمونه بسیار مشخصش آقای دکتر کاوه مدنی. یعنی شما اصلا نمیتونی هیچ چیز سیاسی رو به آقای دکتر کاوه مدنی بچسبونی. یک آدم میهن پرست، ایران دوست، هیچ کاری هم به این نداره که چه معذرت میخوام، آدم بی سر و پایی اونجا داره حکومت میکنه، ولی 80 میلیون نفر ایرانی زیر دست و پای این آدم بی همه چیزن به اسم رهبر غیر معظم سید علی، که اگه تو جای خودش باشه این باید دم مسجدش رو اونجا 5000 بگیرید روزه بخونه. این شده رهبر. این تعامل میکنه مثلا یه آدمی مثل دکتر کاوه مدنی بیاد اونجا مملکت بخواد وضعیت آب رو مدیریت بکنه.
بچه‌ش هم همینجور مشتبا یه چیز هیولای وحشی بدتر از خود سید علی. حالا اون یکی ها که اصلا دزدن، اون خانواده رفسنجانی که اصلا اون به کنار، اون یه چیز اصلا دزده بی همه چیزی هن که اصلا باور کردنی نیست. شمایی که در داخل ایرانی چت خبر نداشته باشید، بسیار از اونایی که فریب اینا رو خوردن در همین خارج اومدن با اینا حتی همکاری کردن، سراشون همه زیر آب کردن. همون میتی صمیمی‌ترین رفیق خودش رو سرش رو تو دبی زیر آب کرد. زن و بچه‌ش هنوز منتظرن جسد این یه جایی پیدا بشه. یعنی جسدش هم حتی دیگه پیدا نشد این بادن. معلوم نیست خورد ماهی های خلیج فارس دادن، تو اسید حلش کردن تو سفارت ایران تو دبی، تو صحرای دبی دفنش کردن، عقربا و مار اینا خوردن. اصلا معلوم نیست چه بلایی سر این آدم اومد. اونم نتیجه همکاری با قبیله رفسنجانی. یعنی تنها چیزی که برای ما میمونه اون مملکتمونه، نه این خانواده ها، نه این آدم ها. این مملکت الان در چه وضعیتی قرار گرفته؟ در وضعیتی قرار گرفته که از یک سمت تاریخی ترین فرصت زمان الان در اختیار این مملکت قرار گرفته که دوباره بتونه برگرده به عظمتی که 45 سال پیش داشت. این تاریخ 45 ساله گذشته، 44 ساله گذشته، یک تاریخ سیاهیه در تاریخ معاصر ایران، ولی به اندازه یه چشم به هم زدنه. ایران که از زمان اومدن روح‌الله هندی‌زاده تأسیس نشده که، ایران حداقل 5000 سال تاریخ نوشته شده داره. الان در این نبرد بین تمدن‌ها یک تمدنی رو مکتبش رو بازسازی کردن. این تمدن رو اسمش رو گذاشتن تمدن اوراسیایی. یه فیلسوف روس هست به اسم الکساندر دوگال. الکساندر دوگال 15 سال این آدم داره کار میکنه. این آدم دیروزی هایی متولد نشده این افکار رو بخواد پخش بکنه. این افکار مکتب اوراسیایی هم یه چیز جدیدی نیست، از زمان تزارها این وجود داشته. از بعد از جنگ ناپلئون با تزار روسیه، در روسیه متفکرین سیاسی که ما متفکرین اروپایی مثل آلمان ها، مثل فرانسوی ها نشست و برخاست داشتن، صحبت میکردن در طول این جنگ هایی که در اروپا شکل گرفت، متوجه شدن که لازم است که برای اینکه دوباره به روسیه حمله بشه بگیرن، یک دیدگاه ژئوپلیتیکی برای خودشون تعریف بکنن. این دیدگاه ژئوپلیتیکشون بر اساس یک مکتب ایدئولوژیک هست. این مکتب ایدئولوژیک مکتب اوراسیا بود. با همین دلیل تزار اومد ناحیه قفقاز رو گرفت، ناحیه آسیای مرکزی هم گرفت. انقلاب شد، لنین اومد با شعار آزادی ملل تحت ستم، اولین کاری هم که کرد همه اینا رو گفت شما آزادی. اینا هم از خدا خواسته رفتن برای خودشون دولت ملی درست کردن. و 3 سال بیشتر نگذشته بود 1917 کمونیست حکومت گرفتن تو مسکو، 1920 جنگشون با روسای سفید که طرفدارای تزار بودن تموم شد، سر ارتش سرخ رو کج کردن، رفتن همین ملل تحت ستم که آزاد کرده بودن اینا رو دوباره گرفتن، کردن مستعمره. همین کار رو دوباره بعد از فروپاشی شوروی انجام دادن، اینا رفتن مستقل شدن. الان این الکساندر دوگال دوباره میگه که باید اینها دوباره بیان همون مستعمره روسیه بشن. اما در تعریف الکساندر دوگال این آسیای میانه ناحیه شمال ایران هم میره. حالا فرصت تاریخی برای ایران کجاست؟ برای ما ملت ایران
اینجاست که الان دنیای غرب در برابر این مکتب غیر انسانی جنگ طلب نئو اوراسیا ایستاده. آلمان به دنبال و فرانسه منابع جدید سوختی. در عرض 25 سال گذشته سید علی ایران کرده مستعمره روسیه. ما الان این فرصت تاریخی رو داریم از زیر چکمه‌های روسا خودمون رو بکشیم بیرون. آلمان ها که با ما یه رابطه دوستانه تاریخی دارن، ما با آلمان ها وارد مذاکره بشیم برای تامین گاز و نفت برای آلمان و از طریق آلمان به فرانسه. همین دوتا کشور، ما بقیه اروپا همشون همین دوتا میان میبرن. هر ایرانی وطن پرستی الان باید دلش بسوزه که چرا نماینده های دولت آلمان به جای اینکه بیان در تهران صحبت بکنن که قرارداد گاز ببندن، بلند شدن رفتن قطر. از کجا گاز به آلمان برسه آسان‌تر و راحت‌تره، از ایران یا از قطر؟ لوله های انتقال گاز به اروپا وجود داره در داخل ایران از درون ترکیه. سید علی در عوضش چی کار میکنه؟ سید علی عوضش میاد میره به عراق موشک میزنه. شما تصور بکن طالبان یه موشک بزنن الان تو بلوچستان، شما چی احساسی به دست میده؟ نمیخوای بری الان وارد جنگ هایی با طالبان و افغانستان بشی؟ نمیخوای بری خاک افغانستان الان به توپره بکشی؟ اینی که چهار تا سپاهی اوباش که درجه هاشون رو کیلویی گرفتن، اینو برای شما بچه های جدید اینو جنرالن، برای ما این همون اوباش های تیخکشن. ما اینا رو دیدیم داخل آدم حسابشون نمیکردن، تا پایان جنگ اینا درجه حتی نداشتن، خودشون خجالت میکشیدن درجه بذارن. بعد اینقدر روشون زیاد شد کیلویی به هم دیگه درجه میدادن، هر بی سر و پای ننه قمری اومد شد جنرال. اینا بشنن یهویی مثلا 12 تا موشک تو خاک مملکت همسایه بزنه. یعنی عراقی ها اینقدر اینا با افراد بی وجدان و غیر وطن دوستی هستن که بشینن ببینن ایران با اونجا مثلا دیگه، اون دیگه براش فرق نمیکنه که چهار تا اوباش سپاهی اومده اونجا موشک زده. میگه ایرانی ها 12 تا موشک به خاک عراق شلیک کرده. یعنی عراق الان پس باید بیاد با ایران وارد جنگ بشه دیگه. این کاری که سید علی داره میکنه برای چیه؟ چرا سید علی الان که روسیه رفته به اوکراین حمله کرده، سید علی هم به عراق داره حمله میکنه؟ شماهایی که حتی مسلمون هستی، ایرانگرها که ضد اسلام نیستن، که ننه بزرگ ما از کره مریخ نیومده بود و اینا اتفاقا زمانی میرفتن مکه که در اونجا جنب و جتی نبود که یخچال دو دره امریکایی بردارن بیارن، مثلا ننه بزرگای شماها. ما ننه بزرگای شما رو دیدیم چجوری میرفتن تو مکه، هواپیما جنب و جت جنب و جت یخچال میابردن. اگر ایرانی وجود نداشته باشه، نه تو میمونی نه اون اربابت. ما که اینجا نشستیم، جا و مکانمون هم داریم، شغلمون هم داریم، زندگیمون هم داریم. اگر اون چیزایی که میگی حداقل بهش اعتقاد داری و واقعا مسلمون هستی، الان باید انتخاب بکنی. به چه دلیلی؟ با اجازه کی سید علی 12 تا موشک تو مملکت همسایه میزنه؟ نه ما با کردستان عراق زدیم. بابا تو خودت داری میگی کردستان عراق، یعنی تو خاک عراق. هیچ کشوری در دنیا قبول نکرد کردستان مستقل یا مجزا از عراق باشه. شما به یه مملکت همسایه 12 تا موشک زدی، برای چی؟ اونم وسط جنگی که الان تمام اروپا رو گرفته. عراق قلب انرژیه برای اروپا. میخواید ایران دوباره وارد یه جنگ دیگه بکنید؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چرا دوباره این 80 میلیون جمعیت باید بیان برن جووناشونو بدن برای سید علی کشته بشه؟ مگه جووناشونو دادن برای اون
خمینی هندی زاده کشته شد، اینا به کجا رسیدن؟ اون زن و بچه شهدا چی شدن؟ پس جوانان غیور ایران، فرزندان ایران زمین، به خاطر داشته باشید قدرت ایران ناشی از قدرت شما جوانان ایران است و قدرت شما جوانان ایران ناشی از یک پارچگی ملت ایران و نور بر ظلمت همواره پیروز خواهد شد. تا برنامه هفته آینده پالیتیکس، همه شما جوانان رو به یزدان پاک ایران می سپارم. بدرود.